چگونه خانواده قدرتمند به نهاد شکاف سیاسی در امریکا تبدیل شد؟ خانواده کانوی یکی از قدرتمندترین خانواده ها در امریکا به حساب می آید. اما به تازگی دو نفر از اعضای آن با فاصله چند ساعت از هم از سمت های خود کنارگیری کردند. ابتدا کلین کانوی یکی از مشاورین ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا استعفا کرد و بعد همسرش جورج رئیس یکی از گروه های جمهوری خواه ضد ترامپ. آن هم درست یک روز پیش از گرده همایی ملی جمهوری خواهان. و اما در مرکز این همه ماجراها فعالیت های دختر این خانواده در توییتر و تیک تاک قرار دارد. اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا که بیش از هر زمان دیگر در دهه اخیر در جامعه شکاف ایجاد کرده، کانوی تنها خانواده است که با چنین مشکلات دست و پنجه نرم میکند. کلین کانوی یکی از وفادارترین همکاران و یاران دونالد ترامپ در دوران حضور او در کاخ سفید بوده که توانست برای مدت طولانی سمت خود را حفظ کرد. سمت رسمی خانم کانوی مشاور رئیس جمهور بود، اما او یکی از چهره های اصلی دولت به حساب می آمد که بارها در تلویزیون و شبکه های اجتماعی که به دفاع از دونالد ترامپ و تخریب مخالفان او پرداخت. اما از بخت بدش دو نفر از مخالفان رئیس جمهوری از اعضای بسیار نزدیک خانواده او هستند. جورج کانوی همسر کلی با اینکه مثل خود او و دونالد ترامپ از طرفداران حزب جمهوری خواه است، اما ریاست گروهی را بر عهده دارد که برای شکست رئیس جمهور فعلی در انتخابات پیشرو تلاش می کند. از سوی دیگر حمایت های مکرر دختر نوجوان این خانواده از جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ هم در شبکه های اجتماعی سر و صدای زیاده بپا کرده است. این خانواده نماد شکاف سیاسی عمیق در امریکا است، شکافی که در حال عمیق تر شدن است و عده معتقدند که می تواند پیامد های طولانی مدت و خطرناک برای کشور به امرا داشته باشد. کلین کانوی از زمان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا در سال 2016 به تیم دونالد ترامپ پیوست. با اینکه دیر به این گروه پیوست، اما خیلی زود رئیس کارزار انتخاباتی او شد. دونالد ترامپ با اعلام اینکه کلین کانوی نقش سرنوشت ساز در پیروزیشان در نظرسنجی‌ها ایفا کرده و عامی سرسخت و خستگی ناپذیر برنامه‌هایش بوده، او را به عنوان یکی از مشاورین ارشد خود برگزید. از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ مشاوران و مسئولین مطبوعاتی زیاد به کاخ سفید آمدن و رفتن، اما کلین کانوی همچنان سر جای خود باقی ماند و هرگز از مبارزه دست نکشید. او بدتر در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود از فرصت استفاده کرد تا خط تولید لباس ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ را تبلیغ کند، اقدامی که ظاهراً خلاف قانون با عنوان یک کارمند دولت بود. جورج کانوی همسر کلین کانوی یکی از افرادی است که دل خوشی از نحوه عملکرد رئیس جمهور ترامپ ندارد. با وجود این که خودش جمهوری خواست، اما رهبر گروه به نام پروژه لینکن را بر عهده دارد که از اعضای این حزب تشکیل شده و برای جلوگیری از انتخاب دوباره ترامپ تلاش میکند. ترامپ به طور کاملا علنی در صفحه تویتر خود به جورج حمله کرد و او را بازنده بی اساس و شوهر از جهنم خطاب کرد. ترامپ علاوه بر این ظاهراً جورج را هم مسخره کرده و مدعی شد که او از این که نتوانسته در وزارت عدلیه یا دادگستری امریکا مقام بالایی را بگیرد شاکی است. اما این بار کلین کانوی برای دفاع از همسرش وارد میدان شد و صحت حرفای رئیس جمهور ترامپ را رد کرد. این اتفاقات شاید بی تأثیر نباشد، اما به نظر می رسد که مسئله دیگر باعث شده که این زوج خود را از خط مقدم سیاست عقب بکشند. دختر کلین کانوی و جورج بعد از انتشار مجموعه از ویدیوهای اساس در تیک تاک طی چند هفته گذشته در توییتر خود نوشت شغل مادرش زندگی او را خراب کرده است. این دختر 15 ساله علاوه بر این که در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده که در تلاش است به شکل قانونی از قیمومیت والدین خود خارج شود و آشکارا از جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده است. و دنبال این اتفاق کلین کانوی و جورج هم اعلام کردند که از سمت‌های کنونی خود کنارگیری می‌کنند تا بتوانند وقت بیشتر را با خانواده‌شان بگذرانند. خانواده کانوی پیش از عد معمول با سیاست گره خورده، اما مشکلاتی که با آنها روبرو شده رفته رفته به مسئله رایج در سراسر امریکا تبدیل می شود. به گفته مرکز تحقیقاتی مستقل پیو، اختلاف و دشمنی در زندگی سیاسی امریکایی در حال افزایش است.
جمهوری خواهان و دموکرات ها فقط سیاست های یکدیگر را اشتباه نمی دانند، بلکه علاوه به آن برای توصیف رقبای خود از صفات نظیر غیر اخلاقی هم استفاده می کنند. و در حالی که اختلاف حتی در درون حزب جمهوری خواه هم وجود دارد، مانند آنچه در مورد کلین کانوی و جورج کانوی اتفاق افتاده و رهبری قاطعانه دونالد ترامپ نیز نشان داده که یا باید موافق او باشند و یا مخالف و جایی برای مدارا وجود ندارد. ادعای فکر میکنند که امریکا یا در واقع هر کشور دیگر وقت دچار شکاف شدید سیاسی باشد بهتر عمل میکند. اما نظرسنجی ها نشان میدهد که 75% از طرفداران دموکرات ها و جمهوری خواهان نه تنها سیاست های یکدیگر را قبول ندارند، بلکه حتی در مورد حقایق اساسی جهان هم نمیتوانند به توافق برسند. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا در آخرین سخنرانی خود در رابطه با وضعیت این کشور گفت: یکی از افسوسهای من در دوران ریاست جمهوری من این است که بدگمانی و کینه میان احزاب به جای کمتر شدن بیشتر شده است. اما در شرایطی که بودن در کنار افراد با دیدگاه متفاوت آرزو سخت‌تر می شود، خانواده کانوی می تواند منبع امید برای مردم آمریکا باشد. و خلاصه اگر خانواده کانوی بتوانند با اختلاف نظرهای خود کنار بیایند و حتی مشاغل پرنفوذشان را در این راه فدا کنند، احتمالاً بقیه مردم هم از پس این کار برخواهند آمد. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، واشنگتن دی سی. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریښتینی غږ